تسلیم عشق شوید که عین احساس و خواست درونی را در مورد شخص بدل می پرارانید. آنگاه تسلیم عشق شوید که موجی از عشق و شور زندگی شما را به آغوش آسودگی های روحی و جسمی بکشاند و حسار درد و تنایی های شما را زره زره بزداید. چون عشق ورزیدن یعنی شاد بودن. باندیدگاه عرض سلام احترام دارم به شما بینندگان گرامی برنامه ستارهای طلایی من شهلا لطفی هستم با برنامه چهارم ستارهای طلایی از طریق تلویزیون بهار در خدمت شما قرار دارم این هفته برنامه را به شکل عاشقانه مزین ساختم که از عشق میگویم و عشق را شاعرانه میستایم لازم میدانم پیش شرح محتویات برنامه نخواست از همه دستندرکاران این فرایند پرچالش هنری و ادبی و زحمات آرمان شرافت گرامی به منظور تهیه و ترتیب و ضبط انترو که مرا یاری رسانده تشکر نمایم زن غلط زد تن رسایش بر پوست مرد جنبید و دستان مرد بر روی شکم زن با آرامی رمید زن خود تبسم کرد دیر بود چون این حال را مزه نکرده بود بارامش کشمانش را بست و نجوای مرد در گوشش ناس پرورانید محتاب عشق من خیلی احساس دلتنگی برایت میکردم. می کردم مسافرت کاری اکسو نداشتن تو در بغل مسوی دگر زن خاموش بود خوش داشت از صدای مرد با یک تمنا بشنود و دستش را برای دست مرد که حلقه های گرم محبت به پوستش می کشید جا داد و روی خود رو به سوی مرد با محبت کشود لبانش گفته مرد و لبانش نشست و با کیف بوسه های ممکت هر دو دوباره در سکوت محض با هم پیوند خوردند آناشته ملیه ادبی من از عشق تنانگی می گوید عشق تنانگی لذت مثبت است که موضوع آن زیبایی است همچنین احساس عمیق علاقه لطیف و یا جاذبه شدید است که محدودیت در موجودات و مفاهیم ندارد و می تواند در حوزه های غیر قابل تصور ظهور کند این هم سروده از من که چنان عشق را تجلی می دهد پوست قهوهی و ملائمش چون برگه های بران خورده زیتون با تپش عشق می تپید با تپش های بامزه یک زن که نیروی تنش را به دست داشت و با هر لحظه فرازان و شیب خواستهایش بر روی دستان معشوق میخلدید موهای آشفته اش چون گوره های قوتی قرمز پاشیده بر فرش نهالستان جوان لبانش شکفته با شرنی نگفتنی ها بر روی لبان مرد نفس میکشید و حلقه گرم بازوانش به اطراف مرد چون گلهای عرق زده شبو زیر نور ملایم محتاب می با عشق در اندام خوابلود ستاره ها بوسه می ریخت محتاب همچنان با مستی دادل بخته از ترون اتاق سبز با شوق سلامه کرد و کیفیت های دنیا عشق را با یه فریاد زد با هم اکنون از عشق تعریف می کنم تعریف دقیق کلمه عشق کار بسیار سخت است و نیازمند بحث طولانی و دقیق است اما جنبه های گونه, گونه آن را می از راه بررسی چیزهایی که عشق یا عاشقانه نیستند تشریح کرد عشق به عنوان یک احساس مثبت و شکل بسیار قوی دوست داشتن معمولا در دا نقطه مقابل تنفر قرار می و در صورت که در آن عامل میان جنس کم رنگ باشد و یک شکل خالص و محض رابطه رمانتیک را رو متضمن کند با کلمه شهوت قابل قیاس است عشق در صورتی که یک رابطه بین فرد و دیگر افراد را توصیف کند که در آن زمزمه های رمانتیک زیاد وجود دارد در مقابل دوستی و رفاقت قرار می گرد. وجود آن که در برخی از تعریف ها عشق بر وجود رابطه دوستانه بین دو نفر در بافت های خاص تاکید دارد عشق در منای عام خود بیشتر به وجود رابطه دوستانه بین دو نفر دلالت دارد عشق معمولا نوع توجه و اهمیت دادن به یک شخص یا شی است که حتی گاه این عشق محدود به خود نمی شود تفاوت های فرهنگی میان کشورها و قوم مختلف امکان دستکبی به یک معنای همگونی و فراگیر در مورد کلمه عشق را تقریبا نممکن ممکن ساخته است در توصیف کلمه عشق ممکن است عشق به نفس یا عقیده عشق به قانونی مؤسسه عشق به جسم بدن عشق به طبیعت عشق به غذا عشق به پول عشق به اموختن عشق به قدرت عشق به شهوت و یا عشق به نوای مفاهیم دگر در نظر باشد و افراد مختلف برای افراد و چیزهای مختلف درجه دوست داشتن متفاوت را بروز می دهند. حدود 2400 سال قبل فیلسوف معروف افلوتون در کتاب با عنوان سیمپوزیم به شکل زیرکانه تعریف های متعدد عشق را در کنار هم قرار داد. او ماجرای را در یک مهمانی شرابخوری تصور کرد که در آن هفت صاحب نظر معروف یونان جمع شدند که بنوشند و موسیقی گوش بدهند و هر کدامشان به نوبت خود در عشق نظر بدهند. افلاطون از این طریق توانست به شکل جذاب نظرات فلسفیش را به صورت گفتگوی هفت متفکر یونانی که ترکیب از شاعر، قاضی، فیلسوف، نماشنامه نویس و یک فرمانده نظامی بودند شرده. یکی از با مزدترین بخش این کتاب فلسفی سخنجانی است که افلاتون برای یکی از شخصیت های درون کتابش یعنی آرستوفان تنظیم کرده است. آرستوفان ضمن پوزش عجم مهمانان با انها رجدار می دهد که تعریف وز عشق کم عجیب غریب است. او می گوید انسان اولیه مثل دو قلوه های به هم ای بودند. با دو سر و چهار دست و چهار پا و بقیه اعضایی که دو بدن می توانند داشته باشند. آنها موجودات قدرتمندی بودند که توانمندی هایشان باعث وحشت خدایان نیچته بود. زیوس خدای خدایان احساس خوب نسبت به این انسان اولیه نداشت و برای اینکه درس عبرت ابدی به آنها بدهد دستور می آنها را دشقه دش کنند. اما طوری که هر کدامشان قسمت بریدشده همدیگر را ببینند و یادشان بماند که هیچ وقت نفرمانی نکنند. زیوس حتی تهدید کرده بود که بعدا حتما با اولین بهانه که به دست بیارد انسان نصف شده را دوباره دو کند اگر این اتفاق می افتاد انسان ها می شدند روی یک پا راه بروند زیوز البته بعدها دلش بر هم آید و دستور می دهد اجزای بدن انسان دشقه شده به وجیل آلت تناسلیشان در جای درست قرار بگیرد تا بتوانند با هم نزدیک شوند و حیاتشان ادامه یابد ارستوفان همه این تصور غیر عادی و کمابیش مسحک را شرح دهد تا به تعریف عشق برسد به نظر او انسان ها هم باره به دنبال بخش زخم خورده خود که از بدنشان جدا شده است خواهند بود به تعبیر دقیق تر انسان برای این عاشق می شود که نمه جدا عاشقش را بیابد با نوشتن این سخنرانی زیبا در حقیقت نوعی از فلسفه روابط انسانی را انوان می کند که 2400 سال قبل و همچنین حالا در دوره معاصر تبدیل به جستجوی زنان و مردان برای یافتن نیمه گوشتهشان می باشد. این نیاز عادفی به شهر نیاز مکمل ما است که با عنوان عشق نیز یاد می کردد. عشق از روال فلکلور سیاه و جلالی عنوان یک سروده فلکلوریک فارسی در افغانستان است شهر غور در قدیم یکی از حکمرانی های هرات به شمار می رفت و بعد های منطقه به ولایت ارتقا یافت الدین جلالی باشنده این ولایت که هم درس سیاه بود عاشق او گردید جلالی جهت به دست آوردن پول برای عروسی به شهر میمنه در ولایت فاریاب رفت چگونه این رویداد در دو های مختلف انعکاس یافته است که توسط هنرمندان محلی خان حتی چوپانان و دهقانان هراتی در دشت و صحرا زمزمنی شد و بعدا اشعار توسط عبدالوهاب مددی به شکل بهتر آهنگسازی کردید و در رادیو پخش شد جلالی عاشق روی سیاه مول اسیر چشم جادوی سیاه مول کند سجد جلالی اثر سر و محراب دو ابروی سیاه شفق از موج دریا میزند سر چلال از سنگ خارا میزند سر طلوع سپادم روی سیاه موی ز برج آشکارا میزند سر خب دوستان گرامی آن هم بود تعریف مختصر عشق اکنون برای دگرگونی حال و حوال شما می رویم به سوی موسیقی آنوازشگر روح آدمی آهنگ سیاه جلالی به صدای عبدالوهاب مددی را برایتان گزیدم. کمی دورم خاطره های شاد را برایتان زنده کند عشق از نظر عشق عشق از مصدر عشق چسبیدن و التساق است عشق از مصدر عشق چسبیدن و التصاق است به گیه های پیچک عشق گویند زیرا بر تنه درخ می و بالا می رود و آن را خشک می کنند. و این تمثیل حالت عشق است که برای هر دل آرز شود و احوال تبی او را محو می کند. افراتون می گوید عشق واسطه انسان ها و خدایان است و فاصله آنها را پر می کند. کلام مولانای بلخی اساسا چیز به جز عشق نیست. عشق مانند سایر اجزای جهان حقیقت است سیال و مواج و توقف و درنگ نپذیر. و در حقیقت عنایت و هدایت است الهی که تفسیر آن در دفتر و کتاب نکنجد عشق در ذهن غربیان معمولا به عنوان کشش تلقی می شود که موجب محبت انسان به هم او می گردد و در نوعی عالی آن باعث جلب افراد انسان به سوی حقیقت می باشد از نظر غربی ها عاشق باید بیاموزد که چگونه دوست داشته باشد اما این نحو تلقی برای صوفیه بسیار ابتدایی است عشق برای صوفی از جمله عواطف نیست بلکه جذبه است الهی در تصوف وقت صحبت از عشق الهی به میان می آید منظور کشش است که جانب حق متوجه صوفی می شود و صوفی را به حق خود می کشاند. به قول مولوی آشقان در سیل تند افتاده بر قضای عشق دل بنهادند عاشق شدن یک فرایند شیمیایی کیمیایی است وقت فرد عاشق می شود مجموعه از واکنش ها در بدن او رخ می دهد کارشناسان این تغییر و تحولات شیمیایی تضمین کننده بقای گونه انسان هاست نشانه های عاشق شدن که شبیه بروز کردن علائم بیماری هاست با وضوح قابل شناسایی است از عرق کردن دست ها گرفته تا از بین رفتن اشتها و حس سرخوشی و همچنین سرخ شدن گونه ها و تپش قلب عشق مراحل مختلف دارد شروع شدن هر کدام از این مراحل با ترشوه مجموعه از مواد شیمیایی همراه است که واکنش های فیزیکی خاص را سبب می شود. محققان مجموعه از ترکیبات شیمیایی را شناسایی کرده اند که هر کدام از این مراحل ترشوه می شود. مرحله اول حس جنسی حس شهوت نتیجه ترشوی هرمونای جنسی تستسترون و استروژن است تستسترون ویژه مردانی است مشخص شده که این هرمونیز در نیروی جنسی زنان تأثیر امده دارد مرحله دوم جذب شدن این مرحله وقتی است که آدمها ها شق می شوند و دیگر به هیچ چیز دیگر فکر نمی کرد. آنها ممکن است حتی کم اشتها و کم شوند و روزانه ساعتها به عشق جدیدشان فکر کنند. در مرحله جذب شدن به فرد مقابل، گروه از مواد شیمیایی از گروه پیام رسانه های عصبی به نام آمین نقش مهم دارد. این مواد عبارتند از دوپامین که با مصرف کوکائین و نیکوتینی هم میتواند فعال شوند. مواد دوام نوراپنفرین که به نام آدرنالین هم شناخته می شوند و افزایش آن در بدن می تواند سبب عرق کردن و تپش قلب شود ماده سوام سروتین است که یکی از مهمترین ترکیبات شیمای عشق است که می تواند ما را به طور معقد به حالات دیوانگی برساند مرحله سوام حسه وابستگی اگر قرار باشد رابطه ای ادامه یابد وابستگی حس است که بعد از جذب شدن به یک نفر ایجاد می شود و در صورتی که مرحله جذب شدن همچنان ادامه یابد می تواند منجر به تولید نسل شود در این مرحله دو هرمون توسط دستگاه عصبی ترشو می شوند که در بروز حس وابستگی نقش عمده دارند اولین ماده شیمیایی آن یا هورمون وازپرسین است این ماده شیمیایی که در مرحله تعهد طولانی نقش دارد آزمایش هایی که انجام شده است نشان می دهد که کاهش وزپرسین در مردان به سرعت سبب بتر شدن رابطه بین شریک های زندگی و کاهش وفاداری می شود. هرمون دوام به نام اکسیتوسین است. اکسیتوسین این ماده به هنگام زایمان از غده هیپوتالاموس ترشو می کند و به خروج شیر از بستان کمک می کند. از جمله های دیگری این هورمون کمک به ایجاد پیوند قوی بین مادر و فرزند است این هورمون در لحظه اوج لذت جنسی که در هر دو انسان ایجا می شوند در هر دو جنس یکسان ترش می کند و اعتقاد بر این است که با حس محکم تر شدن رابطه بین انسان ها می شود اگرچه در مورد تعریف عشق و ماهیت آن در بین فرهنگ‌های مختلف تشابهات وجود دارد و اغلب فرهنگ عشق را نوع تعهد، دلسوزی، شفقت و شهوت می‌دانند که در همه انسان ها وجود دارد اما میان فرهنگ اختلافات هم وجود دارد برای مثال دادن در هند عشق را در نظر می گریم. که معمولا ازدواج تقیر روال تعریف شده و سنتی صورت می گره. اعتقاد بران است که عشق ضرورت اولیه برای ازدواج نیست و عشق پس از ازدواج به وجود می آید. در حالی که در فرهنگ غرب عشق لازمه ازدواج است. در ایران برای بیان پیده عشق واژگان زیاد به چشم می خورد که برخی از زمانهای دور وجود داشته است. در موتون اوستا و درگاسه ها بارها از مهر و دوستی سخن رفته است. و در متون به جای مانده از زبان فارسی میانه هم وجود دارند واژگان مانند آقاشه در اشعار رودکی به چشم خورد که از عشق میگویند. مهر و عشق و آقاشه و شیفتگی و ایشکا و دلدادگی و شیدایی همه از واژگان میانه فارسی هستند که برای تعریف عشق به کار رفتند کلمه عشق پیش از اسلام در ادبیات عرب وجود داشت و پس از اسلام وارد ادبیات عرب شده و به طبع آن در ادبیات فارسی راه یافته است ظاهره نخستین با شهید بلخی وفات فات 325 هجری قمری از این واژه در شعر استفاده کرده است در ادبیات فارسی عشق را می توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد عشق مجازی انسانی و عشق الهی یا ارفنی در اشعار هم بخش از داستانهای شاهنامه اشعار نظامی گنجوی وحشی بافقی و بیان داستانهای عاشقانه پرداخته و بسیاری شعرا هم به بررسی ماهیت عشق در حالتی که جدا از اوصاف صوفی است کار کردند مانند حافظ سعدی بابا تاهر خیام و رودکی خانه هم غزل و هم رو و سوزناک دارند که به بررسی ماهیت و کارآمد عشق پرداختند. در ادبیات صوفیه هم که راه رسیدن به خدا و حق پاکی و محبت است برای جذب در راه خدا و جدایی از دنیا علاقه های ذاتی به خدا را در درون خود می پرورانند و به حالت از جذب در رای حق می رسند که بدان عشق عرفانی می گویند. و اشعار بیشماری در همین مورد عشق سرایی اند که معشوق خود را خدا می دانستند مولوی اتار، ابوسعید سعید سعدی و سنوی ای از این دسته شاعران هستند. این هم سروده ای از حضرت سعدی آمیخته با عشق عرفانی که برای شما دکل من میکنم. در نفس که بیمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید هم جان که خاک کوی تو باشم با وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم به گفتگوی تخیزم به جستجوی تو باشم به با مجموعه که در شاهدان ده نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم به با خوابگاه عدم گر هزار سال به ز خواب آفیت آگه به موی موی تو باشم به گای عدم در هزار سال بخسبم ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم سر روزه نگویم گل بهشت نبویم جمال حور نجویم دوان به سویت باشم می بهشت ننوشم ز دست ساقی رزوان می بهشت ننوشم ز دست ساقی رزوان مرا به باد چه حاجت که مست روی تو باشم اکنون در مورد عشق در دنیای تکنولوژی صحبت می کنم انسان مدرن عشق را به صورت پدیده می بیند، که فقط باید به با او عشق ورزیده شود به آنکه او نیز خود عشق بورزد و به آنکه استعداد عشق ورزی را در خود رشد و پرورش بدهد از این رو فرد پیوسته می دیگران را متوجه عشق ورزیدن به خود کند عشقی که اعتماد صداقت شناخت مهر و مسئولیت لازمه دام و بقای آن است و عشق اینترنتی بیشتر از همه چیز آری از تمامی این ارزش هوا و مفاهیم است جهان دانش نشان می دهد که انسان در هر ثانیه با 11 میلیون دریافت حسی روبرو می شود و کارکرد حواس آن جمعوری این دریافت های حسی است که از رای چشم، گوش، حسلام لامسه چشایی و بویایی اتفاق می افتد. و حجوم این دریافت های حسی چنان زیاد است که ثبت و زبدان ها فقط در حدود بسیار کمه برای انسان می اثر است. حالا چگونه می توان دید؟ شنید، بوید، لمس کرد و عشق نورزید؟ و یا هم چگونه می توان ندید؟ نشنید، نبوید، لمس نکرد و عشق برزید؟ در سایه تحولات شگفتابه را مبهود کننده تکنولوژی امروز شاهد شکلگیری نوع روابط عاشقانه و شکل جدید از روابط جنسی در فضای مجازی هستیم مقاربت جنسی مجازی موضوع جدید است که به سرعت در حال گسترش می باشد به طوری که شرکت ها و پایگاه های بسیار توجه خود را تنها معطوف به این موضوع و نزدیکتر نمودن این مقاربت مجازی و طبیعی کردند. در دنیای مجازی مردم زودتر از حد معمول عاشق دیگر می شوند. چرا؟ براستی چرا در اتاقهای گفتگوی اینترنتی بیش از حد معمول شاهد عشق و اشوگری هستیم؟ آیا این مسئله با وسطه گمنامی و چنهویتی افراد رب دارد؟ آیا در فضایی است که مشخصه های عشق شبکه ای نمو می کند؟ آیا می توان سریحاً عشق شبکه را از عشق سنتی متمایز ساخت چه کسانی به عشق شبکه‌ای گرفتار می شوند و محدودیت ها و امکانات چنین عشق چه اند داستان ها و حکایت ها از رابطه جنسی در اینترنت یک عنصر مشترک دارد و آن هم اینکه افراد نوع شکاف جدید و حتی زجر آوره بین روح و جسم خود تجربه می کنند. در چین رابطه است که به از جنبه های ذهنی و روانی رابط اجنسی تحقق میابد. اما از لحاظ جسمانی فرد به هیچ وجه ارضا نمی شود. بسیاری از افراد مبتلا و عشق صریحا اعلام دارند که بر رغم وجود فاصله فیزیکی بین خود و شریک جنسیشان همه احساسات خود را در فضای اینترنت به زبان می با وجود چنین شواهد است که می توان اینترنت را امکانه برای تحقیق نزدیکی می بخشید برای تحقق نزدیکی بدون بدن برشمرد که روابط تنها در بین چشم و گوش افراد شکل می گیرد و افراد در تو هم نوعی خلوت و نزدیکی به سر می برند. در شرایط کنونی کاربران به راحتی و به طور مخفیانه می توانند دست به گفتگوها و رفتارهای شهوانی بزنند و ترس از گرفتادن تاست همسرانشان را ندارند. به طور خلاصه می توان گرایی جنسی مجازی را کشش بشمرد که تقریبا با کمترین مخاطره و کمترین هزینه همراه است. فرد در هر ساعت اشبان روز می تواند فرصت برای ارزای خود در فضای مجازی بیابد. اما نه, مج... تنها یک ارزای مکمل یا کامل، فقط یک ارزای روحی همان لحظه ای. و به شکلگیری چون این شرایط و گسترش چون این های مجازی می تواند نقطه آغاز برای انقلاب دیگری در ارسه مقاربت جنسی باشد نه عشق تعریف عشق از یک کتاب دینی عشق صبور است عشق مهربان است عشق هرگز حسادت نمی کند هرگز به خود نمی بارد. عشق مرور نیست. عشق گستاخنیست. نیست. و عشق خودخانه است. بسادگی خشم نمی شود. خطاهای دیگران را به خاطر نمی سپرد. همباره حافظ است. همباره به دیگران اعتماد دارد. همباره امیدوار است. و همباره پاینده پا است. عشق هرگز شکست نمی خورد. با سرانجام خواننده سبک پاپ آمریکایی ویتنی هیوستون را به شما معرفی میکنم خانندهی که با عشق میخواند و با عشق زندگی کرد اما مملو از اشتباهات انسانی کتاب رکورد های جهانی گنز در سال 2009 میلادی رکورد جایزه دارترین هنرمند زن تاریخ را به نام ویتنی هیوستون ثبت کرد او طی بیش از سی ده فعالیت هنریش 415 جایزه دریافت کرد ودی در ایالت نیوجرزی متولد شد و سالهای اولی زندگی را در نیوجرزی گذراند نخستین فعالیتهایش در عرصه موسیقی را در کودکی با همکاری گروه کلیسا آغاز کرد و همانجا در خوانندگی پناه برد در نهایت صدای قوی و انطاف پذیر خیوتنی قابلیت حیرت انگیزش در خواندن نوت بالای موسیقی او را به خواننده منحصر به فرد و سرشناس تبدیل کرد. اوج مفقیت هنری و هستان مصادف بود با ده های 1980 و 1990 میلادی. در آن سالها ترانه های و بارها ردبه اول پرفروشترین ترانه های بازارا کسب کردند و جایز زیاد به هستان تعلق گرفت. در سالهای پایین عمرش مصرف مواد مخدر به صدای او که روز در زمره بهترین های موسیقی پا به میرفت، می رفت صدمه جدی زد ویتنی هستان در مصاحبه گفت بزرگترین اهریمن خود منم من یا بهترین دوست خودم هستم و یا هم بدترین دشمن خودم ویدنی هستان در سن 48 سالگی درگذشت. این هم آهنگ زیبای رومانتیک از وی که با رقص آشقانه زیبای پاتریک و لیزا سویزی همراه است که با این زیبایی حسی و تصوری برنامه این هفته را خاتمه می بخشم تا شنبه دگر روز و شبتان شاد و آسوده باد